بچه چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از من. امروز اومدم پارت 3 ویدیو ایده دکور اتاقو براتون بگیرم. از اونجایی که این نو ویدیومو خیلی دوست داشتیم و استقبال زیاد از طرف شما شد و معمولاً ویدیو دکور اتاقام ایده‌ای که راجع به دکور اتاق و اینجور چیزا بهتون میدم ویو بیشتری خورد و دیدم استقبال کردید، گفتم بیام پارت 3 شم واسه تون بگیرم. فقط منو بابت این رنگ پریدم ببخشید، من واقعا کم کرم زدم، الان فرق پوستم و گردنم خیلی زیاده. دستام اوکیه ولی نمیدونم چرا نوری که به صورتم میخوره این تضاد رنگ و بین رنگ گردن و پوست صورتم ایجاد کرده. من که دیگه ببخشید دیگه، من یه چند تا ایده خیلی کم، یه 3-4 تا کلن ایده اتاق پیدا کردم چون عجله ای شد و اینکه حالا اونایی که تو ذهنم بود و از قبل رو که اجرا کردم عکساشو پیدا کردم و این داستانا و گفتم یه چند تا ایده دیگه که ممکن اتاقتون رو خیلی خوشگل تر کنه واسه تون پیدا کنم و بهتون معرفیش کنم. دیگه زیاد حرف نزارم، بریم سر اصل مطلب. اولین ایدهی که میخوام بهتون معرفیش کنم این تاب ریلکسی هاست. ما ایرانی ها اکثرا تاب ریلکسی ها رو توی اتاق پذیرایی قرار میدیم و کسی توی اتاق خوابش نمیذاره به دو دلیل. اولیش به خاطر اینه که خب جا نیفتاده، اکثرا دیگه عادت کردن توی اتاق پذیراییشون بذارن. دومین دلیلش اینه که خب اکثر اتاق خواب کوچیکه و جایی واسه این تاب ریلکسی ها ندارن و واسه همون دیگه توی اتاق پذیرایی جاش میدن. نظر خودم اینه اگه اتاقتون بزرگه و جای اضافی دارین میتونین از این تاب ریلکسی ها بگیرین تو اتاقتون بذارین، هم خیلی راحت با حال همین که خیلی اتاقتون رو خوشگل میکنه، خوشگل میکنه. بعضی موقعا یه جوری حرف میزنم که خودم از خودم بدم میاد، ببخشید. خب الان بریم چند تا عکس از این تاب ریلکسیه که من پیدا کردم ببینیم. الان مثلا این تاب ریلکسیه خب ساده بوده، با ریسه خوشگل ترش کرده، یعنی شما این ریسه ها رو همه جا میتونید به کار ببرید. خودش شده اصلا حتی فکر کنم دور کاسه توالت هم بذارید قشنگ بشه این ریسه ها. و ایده خوبیه، ایده خوبیه. یکم خیلی اتاقش رو دوست دارم، یه اتاق مینیمال ساده با توناژ سفید خاکستریه، ولی خب دیگه داره این رنگ به نظرم بالاخره درست رنگ خونسایی هیچ وقت از مد نمی افته، ولی دیگه همه اتاقشون رو خاکستری سفید کردن، دیگه دارم از این رنگ خسته میشم، دیگه بسته دیگه، خدا بسته دیگه. یه چیزی مد میشه چرا همه میرن سمتش نمیفهمم واقعا. الان مثلا این تاب ریلکسی شیشه ای طوره و اینکه خیلی به اتاقش میاد، یعنی خیلی مهمه که شما این تاب ریلکسی ها رو که میخواییم بخرین به اتاقتون، به اون فضای اتاقتون بیاد، چون خب مدل های خیلی مختلف داره دیگه. این اولین عکسی که بهتون نشون دادم، این تاب ریلکسی ها که خودشون پایه دارن یه جای قرار میگیرن، اینا تقریبا یه کوچولو قدیمی تره. الان مدل های جدیدی اومده، مثلا این صورتی طوره دیگه آویز میشه به یه جایی، اینا یه کوچولو رو مدتره و جدیدن دیگه از اینا داره خیلی مد میشه. من اصلا رو این کلمات اینستاگرامی نیستم، خیلی داره ترند میشه، دلیلی نمیبینم که اینجوری صحبت کنم، واسه همون خودمونی صحبت میکنم با تو. یکیم من اینو اصلا دوستش ندارم، هم رنگشو دوست ندارم، همین که یه جوریه دیگه. حالا دومی ایده ای که میخوام بهتون بدم، یه ایده خیلی ساده، یه جا گلدونی. من نمیدونم چرا هر کیو میبینم مثلا ته خلاقیتش توی گل، حالا بعضی خیلی دوستان که اتاقشون رو پر گل و گیاه و اینا بکنن، و به نظرم اینه که ببینید خب شخصیتتون چجوریه. اگه دارکه، این چیزایی که من پیدا کردم مثلا میتونه ایده خیلی خوبی بشه. مثلا این اسکلت توش گل کاشته، خدای خیلی ایده قشنگه. مثلا چرا همه تو میرید از این گلدونیایی که اینجوریه پیدا میکنه، خیلی ساده، هیچ مثلا خلاقیتی توی گلدون به خرج نمیدین؟ یا حتی مثلا خودتون میتونید گلدونای ساده بگیرید اگه مثلا طراحیتون خوبه، روش نقش و نگار بزنید و این داستان. حالا من این ایده دارکشو پیدا کردم بیشتر، یا مثلا این عکسم خیلی قشنگه، یا این اسکلت بدن انسانم خیلی قشنگه، گیاه که رشد میکنه این میلی میره تو میلوله توش خیلی قشنگ میشه، یا این یکی دیگه حالا با گل مصنوعی
تزیین کرده که فکر کنم خیلی خز باشه نظر خودم، البته شاید هم بعضی دوستش داشته باشن، ولی خب با گل طبیعی خیلی قشنگ میشه. این ایده ساده ای بود ولی اگه بهش توجه کنی به نظرم خیلی اتاقت میتونه تغییر پیدا کنه. یکم سلیقه به خرج بده توی گلدونات اگه اتاقت رو پر از گیاه و این داستانا کردی. سومین ایده ای که میخوام بهتون معرفیش کنم که اکثرتون خب بالاخره میدونین ولی خب شاید توجه خیلی خاصی بهش نکردین یا اصلا به فکرتون نزده که این کارو بکنید، ولی من میخوام بندازمش تو سرتون، این پرده های بالای تخته. به نظرم خیلی ایده قشنگیه ولی خب بیشتر رو به اتاقای پرنسسی و کیوت و اینا میشه، ولی خب از نوع دارکش هم هست. مثلا از اول بریم دارکش رو ببینیم، این عکسه مثلا یه بالای تختش یه تور مشکی تور بالای تختش کرده که دارک شده و به نظرم خیلی قشنگه. این یکی عکسه که با پروانه اون ویدیو خفاشی که درست کردم، یا فکر کنم تو یه دونه از ایده های دکور اتاقم تو ویدیوهای قبلی بهتون این ایده رو دادم که میتونید خودتون از این پروانه ها درست کنید یا خفاشش رو درست کنید و اینا رو میتونید حتی روی این پرده ها بچسبونید. حالا اگه بخواید به دیوار نچسبونید روی پرده ها هم قشنگ میشه و این کارو کرده. یا حالا بعضی ها روی این پرده ها ریسه وصل میکنن، آویز میکنن، یا از اون ریسه برگی آویز میکنن. حالا دیگه سلیقه‌ایه دیگه، ولی به نظرم ایده قشنگیه و خوشگل میشه اتاقه. ولی فکر کنم روی این تختای دو نفره این جواب تره تا تخت یک نفره، به نظرم قشنگ تر میشه. و اینکه خب تخت وسط اتاق اگه قرار بگیره این خوشگل تر میشه تا کنار اتاق بخوای یه پرده ای بزنی، میدونید چی میگم؟ به نظرم اینجوری خوشگل تر میشه. چهارم ایده ای که میخوام بهتون بدم تقریبا شبیه اون ایده ای که تو اون یکی ویدیو دکور اتاق بهتون گفتم، اون سی دی هایی که تزیین میکردین و توی دیوار میچسبوندین، تقریبا همونه، ولی خب این دفعه با صفحه های گرامافون فکر کنم میگن، حالا نمیدونم درست میگم اسمشو یا نه، ولی با این صفحه ها شما خب این صفحه هاش بزرگتره و میشه گفت مثلا این سی دی کوچولوهایی که چسبونی خودتون مثلا طراحی کردید و این داستانا، میتونید از این سی دی صفحه گرامافون رو تهیه بکنید بینشون از اینا بزنید، چون خب اینا صفحه هاش بزرگتره یه ترکیب خوشگلی میشه با اون کوچیک و اون بزرگ. چند تا ایدهش هم بریم ببینیم. حالا این ترکیبی از پوستر و صفحه گرامافون خوشگله به نظرم، قشنگ شده. اینم همینطور، اینم ترکیبی از پوستر و گرامافون، اینم کنار استنداش چسبونده و خب اینم حالا نمیخوام یه ایده جدا کنم، ولی از این استندا میتونید تهیه بکنید، میتونید یه طرفشو وسلاریشیتون و اسپری و اینجور داستانا بچینید، یه طرفش هم میتونید کتونی خوشگلتون رو بچینید. و من حتی از این استندا دیدم که تهش 3-4 تا کشوی کوچیک داره و میتونید وسلاریشیاتون اونجا بریزید و بنظرم قشنگه. یعنی یه ایده جاگیریه، میدونید چی میگم؟ که اتاقتون بزرگه این قشنگه، ولی خب کوچیک باشه شما نمیتونید هر چیزی که بخواید جا بدید، که باید حتما چیزای خیلی خوشگل شیک اونجا بچینید که چون تو چشمه. واسه همون یه ایده جاگیریه تقریبا. فکر کنم پنجمین ایده که من میخوام بهتون بدم یه ایده خیلی کوچولویه، ولی به نظرم جمع جور میکنه اتاقتون. اگه از این دخترایی هستی که خیلی زیورالات دوست داری، من یادش بخیر یکی از دوستان اینجوری بودش که هر وقت میرفت خرید یه دونه زیورالات اگه میشد حتما میخرید، یعنی یه گردنبندی، یه دستبندی، یه چیزی، بعد خونش اتاقش پره مثلا دستبند، پره گردنبند، خیلی دوست داشت. ولی من اصلا خودم به شخص اینجوری نیستم، ببینید چی ندارم به جز این گوشواره، هیچی دیگه ندارم، حتی داشتم خراب شدن دیگه، منم حوصله ندارم هی برم بخرم و اصلا حال نمیکنم، اذیتم میکنه. ولی اگه از اون دست دختری هستین که زیورآلات زیاد دارین، این استندای زیورآلات رو بهتون پیشنهاد میکنم. این ایده درخته و فکر کنم اینو خودتون هم میتونید درست کنید، دست ساز. مثلا یه صفحه چوب پیدا کنید، بعد مثلا از این سیم آهن چی چند تا به هم بپیچین مثلا بلند بشه، بعد این حالا شبیه شاخه‌های درخت مثلا چی کنید به هم متصلش کنید، بعد حالا رنگ قهوه‌ای روشن و قهوه‌ای تیره اکریلیک یا مثلا گواش رو روش بکشین شبیه تنه درخت بشه، بعد راحت مثلا گوشواره‌هاتون اینا رو روش آویزون کنید. اینو میشه دست‌ساز درست کرد. یا مثلا اینا هست، حالا مثلا این حالا یکم دخترانه طور نیست، یکم زنونه است، ولی خب خانوما خانومای پیج اگه دارن نگاه می‌کنن میتونن
تهیه بکنن. یا این یکی هم خیلی کیوته، یعنی اینو دیدم خیلی خوشم اومد، یعنی من اینو دیدم تصمیم گرفتم که برام یه کوچولو زیورالات بخرم فقط بهشون آویزون کنم. شبیه رگال لباسه ولی خب اینقدیش کوچولوش، فقط واسه زیورالاتتون و به نظرم خیلی ایده قشنگه. اینجا مثلا آویز کرده زیورالاتش رو تو این عکس، زیورالات اکسسوری. چقدر خودمونی و قدیمی صحبت کنید کن. نمیدونم حال میکنید نمیکنید، خوشتون نمیاد؟ الان یه دختره چه خزه، بگو اکسسوری دیگه، زیورالات. فارسی رو پاس بدارید. ایده ششم، من دیگه ایده ها از دستم در رفته، ببخشید دیگه. ایده ششم من جدیدن دیدم یه چیز خیلی ترند شده، مد شده توی اینستاگرام، این چرا خوابای شبیه کره زمینه که بخور سردم داره و به نظرم خیلی ایده باحالیه، چون خب موقع خواب شما بخواید این روشن کنید، چون هم بخور سرد و اینا داره هم بهتون آرامش میده و به نظرم خوبه دیگه، باحاله، ایده خوشگلیه، خیلی هم ترند شده توی اینستاگرام و میتونید از این چراغ خواب هم استفاده کنید و خیلی از چراغ خوابای دیگه. کلا خیلی توی بحث چراغ خواب و این جور داستانو برام باجور و اینا خیلی میتونم راجبش صحبت کنم، ایده های زیادی بهتون بدم، ولی حالا گفتم یه نوعشو بیام بهتون معرفی کنم و اینکه همین دیگه. توی ویدیوهای دیگه بچه‌ها من میخوام یه دکور اتاق درست کنم، مثلا همین خفاشه، بذار نشونتون بدم، مثل اون خفاشه که اونجا میبینید، مثل اون خفاشه مثلا درست کنم، نمیدونم یه تغییر دیگه. اگه مثلا شما تغییر خفنی دارید، ایده خفن‌تر دارید، توی کامنت ها حتما برام بنویسید، من میخوام حتما اجراش کنم. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون بیاد. خوشو کلتون.